درست از دور در به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید تا یک روز دیگر رو همراه هم شروع کنیم. اهورا هستم. امروز 9 اکتبر در سال 2024 برابر با روز چهارشنبه یه نگاهی خواهیم داشت ابتدا به در واقع بر این هدف وبینار این ویدیو نگاهی به وضعیت بازارهای روز، اما قبل از اون نگاهی خواهیم داشت به اتفاقاتی که روز گذشته افتاده و وضعیت بازارها رو بررسی میکنیم، اتفاقات و رویدادها رو نگاهی میکنیم و بعد بررسی میکنیم که امروز از بازارها چه انتظاری باید داشته باشیم. نکته ای که وجود داره اینه که یه سری خبرهای منتشر شد از نظر ژئوپلیتیک، اول بررسی کنیم و بعد داده اقتصادی. از نظر ژئوپلیتیک یه سری خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه یه توافقهای یه صحبتهایی وجود داره برای توافق آتش بس، بخصوص بعد از اینکه نماینده حماس هم بیانیه منتشر کرد، یه ویدیو منتشر کرد برای آتش بس. یه گمان زنی های ایجاد شد در رابطه با اینکه یه آتش بس شاید ایجاد بشه و تنش ها در خاورمیانه کمتر بشه. این یه مقدار وضعیت یه مقدار روشن‌تر کرد، اما خب ما اینو باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد و امیدها دوباره بهش کاهش پیدا کرد و دوباره اون وضعیت ژئوپلیتیکی تنش ها افزایش پیدا کرد. خبرهایی هم بود مبنی بر اینکه یه جر و بحثی شکل گرفته بین نتانیاهو و جو بایدن و در نهایت سفر وزیر دفاع اسرائیل به امریکا هم لغو شد، یعنی نخست وزیر اسرائیل من کرد سفر وزیر دفاع رو برای مذاکره با وزیر دفاع امریکا. اما صحبت حالا الان صحبت هایی شده که با در واقع میان جیگری که انجام شده، امروز یک صحبتی یک گفتگوی بین بایدن و نتانیاهو شکل بگیره تا توافقاتی انجام بشه برای رفت و عمل کردهای بعدی که میخوان انجام بدن. اما از اون طرف ما در جاهای دیر قبل از سرماسازی تودنی این تنشای ژئوپلیتیکی اینا بود، از اون طرف ما تو گزارش های درآمدی هم داشتیم. دیروز گزارش های درآمدی شروع شد، گزارش های درآمدی که منتشر شد تا الان مهمترینش پپسیکولو بود که خب از نظر سود به ازای هر سهم وضعیت بهتری داشت، اما در گزارش درآمد کلی نقطه درآمد کلش کمتر بود و چشم اندازش برای سال 2024 هم چشم انداز ضعیفتری ارائه کرد برای کل سال، درآمد عمومی کل سال. در کنار این ما باید اینو توجه داشته باشیم که دادگاهی داره در که دادگاه خیلی مهمی هستش برای گوگل که در جریان هستش، رای اولیه صادر شده گوگل. یه چیزی از بحث اینه که شاید شرکت گوگل رو آلفا در واقع شرکت مادر گوگل که آلفابت هستش، حالا ما بیشتر به گوگل نشستیم، اینو تقسیم کنم به زیر مجموعه مختلف یا بخش از حقوقش ازش بگیرن و به صورت عمومی اعلام کنن. این انحصاری که تو موتورهای جستجو و هوش مصنوعی سری چیزا داره ایجاد میکنه، دسترسی داده ها، این رو دارن سعی میکنن انحصار رو ازش بگیرن. این تنش ها وجود داره. اینها باز که ارزش سهام گوگل در روز اول هفته تا 2.5% هم روز در روز سه‌شنبه تا دوشنبه تا 2.5% هم کاهش پیدا بکنه. حالا باید ببینیم که به چه صورت میشه، آیا در ادامه قرار هستش که اینها به اون در واقع خود در تقسیم کردن شرکت گوگل به پردازن یا گرفتن سری حقوقش و دادن اون به شرکت های دیگه، یا اعلام عمومی کردن این حقوق و اعلام کردن به صورت در واقع در دسترس اون قرار دادن یا سورس آزاد قرار دادن این سری بخشاش، باید ببینیم که به چه صورت میشه. اما تنش به صورت عمومی اینها وجود داشت. اما بریم تقویم اقتصادی. در تقویم گزارش درآمدی هم بگم که امروز تو بین شرکت هایی که منتشر میشه شرکت چندان مهم وجود نداره. فردا هم همینطور. از پس فردا ما میریم، البته فردا دلتا ایرلاینز اگه اشتباه نکنم قراره که منتشر بشه و پس فردا هم که فردا دلتا ایرلاینز باید منتشر بشه تو شرکت های مهم، حالا پس فردا هم که جی بی مورگان و ویلز فارگو کارو در مورد سعی میکنیم بیشتر هم بنویسیم. در تقویم اقتصادی دیروز مهمترین دادهایی که منتشر شد بحث تراز تجاری ایالات متحده بود. هم واردات افزایش پیدا کرد هم صادرات کاهش پیدا کرد. تراز تجاری کالای افزایش پیدا کرد. تراز تجاری یعنی وضعیت بهتری داشت. دیروز ما گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی توسط سازمان تولید انرژی آمریکا رو هم داشتیم که اون هم نشون داد که در اونجا نشون داد که میزان 200 چشم انداز رو برای درخواست انرژی برای جهانی 200 هزار بشکه برای سال 2025 کاهش داد. این کاهش همزمان بود، این کاهش در واقع همزمان بود با تقریبا یا کاهش چشم انداز برای در واقع
درخواست انرژی همزمان بود با افزایش شدید میزان ذخایر نفتی امریکا. البته اینم بگم که API گزارش هفتگی که میده میزان ذخایر و مازوت پتروشیمی است. عموما میزان ذخایر و پتروشیمی در گزارش کلش روش 11 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد، اما ذخایر سوخت کاهش پیدا کرد. یعنی تو جزئیات اگر بخوایم ببینیم این صورت دیگه، ذخایر سوخت یعنی کلا در واقع پترولیوم، حالا نفت و بنزین و مواد پتروشیمی افزایش پیدا کرد روش 11 میلیون بشکه. اما وقتی ما میریم توی فقط ذخایر بخش سوخت رو نگاه کنیم، ذخایر بخش سوخت کاهش پیدا کرد. این گزارشی بود که دیروز منتشر شد. حالا قبل از که بریم روی چارت بگم که امروز تا الان هم ما دو تا داده مهم داشتیم. اولیش داده جلسه بانک مرکزی نیوزیلند بود که نرخ بهره رو 50 واحد و پایه کاهش داد. در بازار انتظار میرفت چون هم تورم به شدت در نیوزیلند کاهش پیدا کرده، هم رشد اقتصادی خیلی ضعیف شده داده اخیر که نشون داد، و این دست بانک مرکزی نیوزیلند رو برای کاهش بزرگ باز گذاشته بود. اما در ادامه در آلمان هم تراز تجاری منتشر شد که تراز تجاری آلمان هم رشد تقریبا دو برابری نسبت به 1.8 برابری نسبت به ماه قبل داشت و از 16.9 بیلیون یورو به 22.5 بیلیون یورو افزایش پیدا کرد. این اتفاقاتی بود که تا حالا افتاده. امروز در ادامه داده تورم مکزیک رو داریم و بعد اما آخر شب چیزی که خیلی مهمه انتشار صورت جلسه بانک مرکزی ایالات متحده است که به وقت ایران ساعت 9 شب منتشر میشه. هر چند البته این خیلی مهمه، ولی اینم باید در نظر داشته باشیم که اون چیزی که حالا ما میخوایم در صورت جلسه بدونیم که قطعا تو بازارها خیلی تاثیر مهمی خواهد گذاشت، اون چیزی که میخوایم در صورت جلسه بدونیم احتمال بسیار زیاد در این چند روز گذشته در سخنرانی ها مطرح شده. یعنی اعضای بانک مرکزی امریکا در سخنرانیشون مطرح کردن نظراتشون رو، ولی قطعا انتشار صورت جلسه ما نشان خواهد داد که در جلسه گذشته که 50 واحد کاهش نرخ بهره ما داشتیم چه گفتگوهایی بین اعضای بانک مرکزی انجام شده و وضعیت و اون اتمسفر اون جلسه به چه صورت بوده، که برای همین هم بسیار بسیار مهم خواهد بود. این از این مورد، این در واقع چیزایی که داشتیم و امروز خواهیم داشت. اما اگر بخوایم بریم روی چارت ها و ببینیم که روی چارت ها چه خبر هست، اجازه بدید من چارت رو شیر کنم. در چارت ها اگر بخوام ببینیم چه خبر هست، خب این چارت شاخص دلاره. همونطور که میبینید شاخص دلار همچنان وضعیت صعودی داره، چون هم سخنرانی های اینو به ما نشون دادن، هم انتظاراتمون از بانک از صورت جلسه این هستش که نشون بده احتمال بسیار زیاد اختلافاتی بین اعضای بانک مرکزی برای کاهش 50 واحد نرخ بهره وجود داشت. ضمن اینکه داده های اشتغالی که روز جمعه منتشر شد، حتی دیروز چشم انداز جی دی پی که منتشر شد، هم اینو نشون از وضعیت نسبتا قابل قبولتر اقتصاد در ایالات متحده داره و عدم نیاز به کاهش شدید نرخ بهره رو یه جورایی نشون میده. با این شرایط هستش که در واقع این شرط هستش که احتمال عدم کاهش نرخ بهره در جلسه ماه نوامبر که خب ما قبلا تو همین هفته قبل احتمال 50 واحدی کاهش نرخ بهره هم داشتیم و بعد احتمال 25 صدم کاهش نرخ بهره، اما در حال حاضر بعد از این دادهایی که منتشر شده، علاوه بر این که احتمال 50 واحدی کاهش نرخ بهره کاملا از بین رفته، الان احتمال عدم کاهش نرخ بهره از دیروز که 11% بود به امروز فروش 13 و خورده که 14% رسیده، که اصلا بانک مرکزی کاهش نرخ بهره نده. اینو باعث تغییرات دلار و سود و تغییرات دلار میشه و سود اوراق قرضه از دیروز برای اولین بار در چند ماه گذشته دوباره به بالای 4% افزایش پیدا کرده. اینها لزوما خب به نفع دلاره و همچنان وضعیت دلار تو وضعیت مثبت نشون میده، ولی خب غالبا به ضرر بازارهای سهام خواهد بود. یعنی هم ما تنش‌های ژئوپلیتیکی رو داریم، هم چشم اندازها برای عدم افزایش شدید نرخ بهره، عدم کاهش شدید نرخ بهره رو داریم، و اینها باعث میشه که فشار روی بازارهای سهام بیاد و بازارهای سهام فعلا در واقع چشم انداز روش براشون نداشته باشه. اما در مورد بحث طلا، افزایش سود اوراق قرضه و کاهش در واقع هم سود اوراق قرضه و همینطور قدرت دلار باعث کاهش طلا میشه، ولی قبلا هم صحبت کردیم طلا، من بارها هفته قبل در این مورد که اینجا الان طلا تو یک مرحله ای هستش که ما نیاز به اصلاح داریم و این اصلاح حالا جوری اصلاح با تنش‌های ژئوپلیتیکی مقدار گرفته شد، اما این اصلاح میتونه فعلا ادامه داشته باشه، ولی ماکسیموم تا 2585 و 2600 از زیرو اگر بگذره 2585 میشه ماکسیمومش و بعد از این سطوح ما قاعدتا باید دوباره یک بازگشتی رو داشته باشیم. این بازگشت بذار حالا مثلا من فیبوناچی همین رشد اخیرش هم اگه بخوایم داشته باشیم میشه 61.8% میشه رو 2000 رو در واقع 600
و زیر اون 50 در واقع ماکسیموم میگم 2585 میشه ماکسیموم که میشه اولوش 76 درصد، زیر 76 درصد حتی. ولی خب 61 هشتم درصد یا 2600 دلار میشه در واقع نقطه سطح حمایتی بسیار قوی برای طلا. قبلا هم گفتیم صحبت کردیم بارها در مورد که انتظاری اصلاح رو داریم بعد از موجهای شهیدی که شهید افزایشی که داشتیم، اما این اصلاح بخواد اونقدری که تو بازار تغییر روند ایجاد بکنه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کاهشی که در بازار سهام داریم و تنش‌های ژئوپلیتیک خود همین ها به نوبه خودش درخواست برای پناهگاه امن طلا رو افزایش میده. در مورد بحث نفت، ما بعد از اینکه دیروز یه گزارشی داشتیم نسبت به اینکه خب حالا احتمال یه آتش بس وجود داره، نفت یه اولش 4 درصدی کاهش پیدا کرد، اما البته اینم باز تقویت شد این روند نزولی با توجه به اینکه بعد از اعلام عمومی بسته‌های حمایتی و کمکی چین توسط دولت و بانک مرکزی، جزئیات بیشتری ارائه نشده و بازارها منتظر اون جزئیات بودند و همین عدم انتشار جزئیات مقدار دلسرد کننده بود و باعث شد که بازار سهام در چین بعد از اون تعطیلات یه مقدار پایینتر هم حرکت بکنن. اما تنش‌های ژئوپلیتیک و به صورت عموم همون اعلام شدن کلیت باعث شده که همچنان قیمت نفت در سطوح بالا باقی بمونه و تو محدود اون 74 دلار نفت وست تگزاس داره معامله میشه. در مورد بازار رمز ارزها هم تقریبا وضعیت مشابه تو بازار سهام داریم، بازار رمز ارزها هم داریم با افزایش تنش دیدگاه ها نسبت به افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عدم کاهش سریع نرخ، برای اینا فشار وارد میکنه رمز قیمت بیت کوین و قیمت بیت کوین فعلا رو حالت مسطحه، ولی تا زمانی که بالای 60,000 دلار داره معامله میشه همچنان میتونیم جاذبیت روند صعودی بیشتر رو داره، مگر اینکه این بخواد به زیر 60,000 کاهش پیدا بکنه. این کلیت بازارها بود. حالا در واقع بود چیزایی وجود داشت، من فقط یه از کنم خدمتتون برای دوستانی که در واقع معامله میکنن، حالا اونایی که تو وبسایت تو ویدیو رو میبینن میتونن اینجا ببینن، برای دوستانی که تو کلاب هست هستن اصلا لینک بالا میتونن ببینن. ما توی وبسایت اکونومیشن، در وبسایت اکونومیشن کجا رفتیم، اکونومیشن اینجا، در وبسایت اکونومیشن یه بخشی داریم به نام تحلیل تکنیکال با ای آی. شما میتونید همین تحلیل هاتون و چارت هاتون رو اسکرین شات بگیرید و از این قسمت اسکرین شات خودتون رو آپلود کنید و قبل از اینکه الان یه پوزیشن رو باز کنید یا ببندید با توجه به تحلیل تکنیکالی که انجام دادید، اندیکاتورهایی که اعمال کردید، میتونید نظر هوش مصنوعی رو بپرسید تا اون برای شما تحلیل کنه. الان ببینید شما و همه این تحلیل قبلیتون هم اینجا سیو میشن، اون تحلیل قبلی که ما انجام دادیم اینجا ازش خواستیم اینجا همه سیو میشه. شما میتونید یه آرشیو کامل هم از تحلیلاتون داشته باشید و هر موقع خواستید بهش رجوع بکنید. به این صورت شما میتونید در واقع قبل از که تصمیم بگیرید برای باز کردن یه پوزیشن یا بستن یه پوزیشن، از درست بودن اون اطمینان حاصل کنید و مطمئن باشید که این پوزیشنی که باز کردید درست مقرر عمل کنه یا نه، در حالی یک پیش بینی و یک نظری از هوش مصنوعی بدون دخالت احساسات حتما داشته باشید. این قطعا به نفعتون خواهد بود و کمکتون میکنه. تا فردا دیگر که دوباره بتونیم در خدمتتون باشیم، خدایا نگهدارتون.